درود فروان خدمتتون عزیز، امروز سه‌شنبه 20 دی ماه صعود شاخص کل بورس و همچنین شاخص کل هموزن همچنان ادامه داره. امروز 1.3 شاخص کل و 1.5% شاخص کل هموزن صعود را تجربه کردن، البته با این توضیح که تقریبا توی یک ساعت پایانی این صعود مانند حالا دقایق قبلش ادامه دار نبود و یه مقداری روند کند شد و همونجور که مشاهده میکنید این شاخص کل هموز هستش که خب کندل سبزی که اگر نگاه بکنید بالای کندل سبز یک سایه کوچیک نمایان شد. در شاخص کل هموز این سایه در شاخص کل ببخشید این سایه یکم بزرگتره و خب در حال این سایه در بالای کندل خیلی چیز جالبی نیست و احتمال داره که حالا فردا ما روند صعودی مانند این دو سه روز اخیر را شاهد نباشیم. این احتمال، البته خدمتتون دارم میگم که اون یک ساعت آخر یه مقداری روند مانند قبلش نبود. در حال شاخص کل فعلا به یک رکورد خیلی خوبی رسیده، 1,668,000 رکوردی است که شاخص کل به جا گذاشته. میتونیم بگیم که بعد از به اصطلاح رکوردی که در مرداد 99 شاخص کل داشت و به حدودای 2,100,000 رسید، این الان بالاترین عددی هستش که در طی دوران تاریخ بورس، بهتر اینجوری بگیم دیگه، این عدد 2,100,000 تقریبا بالاترین رکورد دوران تاریخ بورس محسوب میشد. امروز میتونیم بگیم که یک رکورد دومی داریم که در کل تاریخ بورس فعلا این عدد نبوده، 1,668,000. و خب طبیعی هم هستش که یه مقداری بازار واکنش نشون بده به این قضیه. شاخص کل هموز هم میبینیم که دقیقا همین حالت رو داره و شاخص کل هموز حتی تونست اون مقاومت قبلی خودش که در شهریور ماه 1400 شکل گرفته بود را امروز بشکنه. البته هنوز خیلی فاصله نگرفته ولی فعلا این یکی شکست. شاخص کل هموز غیر از مقاومت مرداد 99 ش یه مقاومتی هم در دیماه 99 داره که حدوداً 310,000 هستش و فعلا باید صبر بکنیم تا بتونه از این رد بشه. این نشون دهنده این هستش که توی این مدت نمادهای شاخص ساز که شاخص کل را حرکت میدند، منظورم این مدت منظور 2.5 سال اخیره، خب افت بیشتری کرده بودند و الان هم خوب برگشتند بالا، یعنی بهتر شاخص هموزنی ها. شاخص هموزنی ها ببینید الان به قیمت شهریور و حتی به دی 99 شون هم هنوز نرسیدن، ولی شاخص کلی ها که نمادهای شاخص ساز هستش در یه جورایی میشه گفتش حالا رکوردی که در آذر 99 داشتند و رد کردند، رکوردی که در مرداد و شهریور 1400 داشتند را رد کردند، همچنین در اردیبهشت ماه امسال و فعلا دنبال هم مقاومت بزرگ خودش رو این 2,100,000 هستن که امیدوارم به زودی به اون هم بتونن دستیابی پیدا بکنن. این هم نقشه بازار امروز هست که مشاهده میکنید. در هر حال در همه گروه ها همه رنگی تقریبا دیده میشه. اوضاع فلزات اساسی جورایی از بقیه گروه ها بهتر هستش، همونجور که میبینید تعداد سبزشون خیلی زیاده و قرمز شاید یکی دو نماد کوچیک بیشتر نداشته باشن، ولی بقیه گروه ها در حال رنگ های متنوعی دیده میشه، سبز، خاکستری، قرمز، حتی برخی گروه ها قرمز های بزرگتری رو هم میبینیم. اون آخر کار البته اینها تشکیل شده اغلب و این هم نشون دهنده دیگه ای هستش که آخر کاری مقداری بازار نسبت به روزهای قبل
عقب نشینی را امروز درش دیدیم. خبر دیگه این که از امروز دوستان قصد دارم که یه چیز حدود 7-8-10 تا فیلتر جدید به برنامه ها اضافه بکنم که قطعا فیلترهای خوبی هستن و برای شما کمک خواهد کرد که در انتخاب های نمادها بتونید استفاده بهتری را ببرید. الگو ساعتیامون خب امروز تقریبا خیلی کم هن. این بگیلان که اصلا نیست، این تکنور هم حالا باید بررسی بکنید که آیا صفحه خرید بوده یا اینکه الگو ساعتی بوده. در هر حال این هم یکی از نشونه های دیگه هستش که احتمال داره بازار فردا دنباله بازار امروز نباشه و یه مقداری عقب نشینی دیده بشه. منظورم دنباله بازار امروز دنباله یک ساعت آخر نیست، میتونه بازار فردا دنباله یک ساعت آخر باشه که عقب نشینی کرد. منظور این که مجددا یک کندل بزرگ مثبت رو سبز رو ببینیم، حالا یا کندل کوچکتری خواهیم دید یا اینکه احتمال داره اصلا بازار فردا در فاز اصلاحی هم وارد بشه، به خاطر اینکه استعداد این رو الان داره و الگو ساعتیامون هم تقریبا این قضیه رو نشون میدن. در حال ما قبلا یک فیلتری گذاشتیم که نمادهایی نشون میده تقریبا قدرت خرید خریدارشون 6 برابر قدرت خرید فروشنده های حقیقی باشن. خریدار حقیقی 6 برابر یا بیشتر فروشنده های حقیقی، که اینم لیست نمادهای امروز هست. چون یه مقداری تعدادشون اینجا زیاد میشد، من این فیلتر رو اومدم با یه فیلتر دیگه ترکیب کردم و نمادهایی رو الان میبینیم که اولا این قدرت 6 برابر خریدار نسبت فروشنده رو داشته باشن. تمام اینا حالا اسامیشون اینجا من میذارم که خودتون ببینید، چون تعدادشون زیاد هست نمیخونم. توی این فیلتر جدید علاوه بر اینکه اون شرط رو دارن، در 3 روز آخر هم بایستی مجموع 3 روز آخرشون حجم بالای 20 میلیون رو هم خورده باشن. که خب حالا این نمادهایی که مشاهده میکنید اینجا از دل این نمادها بیرون اومده، یعنی هم شرط 6 برابری قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را دارن و در 3 روز اخیر هم بالای 20 میلیون حجم بردن، که وطوس، سه امید، هشکفه، شپولی، شلعاب و جهرم. البته خب در ارتباط با سه امید، به خاطر اینکه همین امروز 32 میلیون حجم خورده، شاید دیروز و پیروز به صلاح حجمش کمتر از این باشه باشه یا اصلا حجم نخورده باشه. ولی خب مثلا در ارتباط با شپولی که امروز 3 میلیون حجم خورده یا شلعاب که 2 میلیون حجم خورده، خب قطعا دیروز و پیروز هم اینها یه مقداری حجم خوردن که جمعشون الان بالای 20 میلیون شده. این رو هم در نظر بگیرین که خب اینجوری شاید یه مقداری ما تعداد نمادهامون رو بتونیم اون نمادهایی که حجم زیادتری میخورن رو ببینیم. خب جهرم قبلا راجعش، حالا راجع فساک صحبت کردیم، تقریبا میشه گفتش راجع جهرم هم صحبت کردیم، به خاطر اینکه این هم حالا یکی از اون نمادهایی هستش خیلی از نظر بنیادی نمیشه بشه اطمینان کافی را داشت. ولی خب حالا میشه نمادهای دیگه که تو این دسته هستن، مثلا مثل شل آب یا مثلا شپولی، هشکفه یا وطوس، سومی دارا یه بررسی داشته باشید. خب یه فیلتر دیگه براتون گذاشتم، نمادهایی که امروز صف خرید بالای 5 میلیون تا داشتن، که خب میبینید اینجا اسامیشون هست و در حال نمادهایی هستن که بالای 5 میلیون خوردن. جالبه خب خیلی از اینا که الان اسمشو خوندیم، مثل هشکفه هم اینجا الان دارم میبینم، شپولی، جهرم اینجا داره دیده میشه و خب نشوندنده اینه که اینا صفحه خرید خوبی هم داشتن. خودرویی ها، خموتور، خواهر، خبرمن، 3 تا خودرویی داریم توی این لیستمون الانه و بقیه نمادها هم که من چون تعداد زیاد هست همینجور دارم شما نشون میدم که دیگه خودتون میتونید ویدیو رو استوب بکنید و اسامیشون را یادداشت بکنید، چون دیگه فیلترامون زیاد شده. خب ببینید با یه فیلتر دیگه براتون گوشتم که آخرین قیمتش کمتر از به صلاح کمترین قیمت ماه اخیرش باشه، که اصلا همچین چیزی نداشتیم، یعنی الان نماد نبوده که به این تو این فیلتر ما جواب بده. نمادهایی که سهام‌های کوچک باشن و با افزایش حجم حالت صعودی گرفته باشن به خودشون،
فقط در مورد ایوان هستش که الان حجم خوبی هم خورده و میبینید که حالا آخرین معاملش نسبت به قیمت پایانیش اومده بالاتر، از 2.5 منفی رسته به 1.6 منفی. خب پس این الان میتونه یک مستعد باشه اینجا برای رشد. سهامایی که بعد از اصلاح حالت سعودی به خودشون گرفتن اینا هستن: سزارگروس، سرمایه گذاری توسعه عمران زارگروس، هفارس، شدوس و همچنین و امیر. این 4 نماد بعد از اصلاح الان فعلا حالت سعودی به خودشون گرفتن. سهامی که در کف ماهیانه خودش قرار داشته باشه ایوان، امین و لکار و امین و همچنین نماد مارون هستن، که جالب اینجاست که الان ایوان اینجا هم قرار میگیره، یعنی ایوان هم کف کانال خودش قرار داره و هم اینکه حجم خرید امروز حالت سعودی هم بهش داده. پس الان ما امروز نماد ایوان را برای شما بررسی خواهیم کرد. بعد از این برنامه من برای ایوان ضبط میکنم، حالا 2-3 ساعت بعد از این ویدیو اون رو هم منتشر میکنیم، که خب این هم از برنامه بعدیمون جور شد دیگه، خاطر اینکه وضعیت خوبی تقریبا توی 2 فیلتر ما داشته. خب نمادی که امروز صفحه فروش جمع شده و گارد گرفته برای به اصطلاح صعود، نماد میهن هستش. بیمه میهن امروز صفحه فروش جمع شد، در حال شاید دوباره صفحه فروش بشه، حالا این دلیل نیست که حالا صفحه فروش امروز جمع میشه، حتما فردا صفحه فروش نداشته باشه. در حال نمادهایی که پیش بینی میشه فردا صعودی باشند و مثبت بخورند هم اینا هستند: مرغام، سپردیس، هفارس، وهامون، کایتا، سهرمز، قرن، درهاور، پخش، دیران، قالبرق، کوروش، قپینو، خزامیات، تاتمس و زماهان. جالب اینجاست که 3 دارویی داریم، 3 مواد غذایی. خب پس نشوندنده این هستش که الان گروه های دارویی و غذایی بایستی امروز یه مقداری حالت خوبی رو به خودشون گرفته باشن، با توجه به اینکه الان پیش بینی میشه 3 نماد از هر کدومشون 3 نماد فردا صعودی باشن. خب این مواد غذایی که تقریبا حال روزش هم امروز هم تقریبا خوب بوده، و دارویی هم همینجور. دارویی ها هم ببینید امروز هم دارویی ها روز خوبی رو تقریبا پشت سر گذاشتن. خب حالا این فیلترهایی بود که اضافه کردم براتون که هر روز این فیلترها رو بخونم، بخاطر اینکه با تجربه حساسیت اوضاع بورس در این روزها شاید خیلی از دوستان بتونن استفاده بکنن از این مدل فیلترهایی که اضافه کردم. و خب اگر که حالا دوستان علاقمند باشن حتی میتونیم فیلترهای بیشتری هم اضافه بکنیم. در حال امروز طرح فروش این ناخودرو تا 25 دی ماه تمدید شد، و البته همچین خبرهایی تو 2 روز گذشته دیگه نتونسته گروه خودرویی ها را، مخصوصا نمادهای خودرو حساب ها را سبز بکنه. یه جورایی حالا یا خوب دیگه سبز خوردن، حالا یه به اصلاح یا استراحت نیاز دارن، یا اینکه خب دیگه تقریبا کشش بازار اونقدر هم نیستش که بخواد اینقدر خودرو در بورس کالا فروش بره. البته دینا پلاس قرار شده که 25 دی ماه با قیمت پایه 189 میلیون و 500 هزار تومان عرضه بشه و تا تاریخ 27 اسفند هم تحویل داده بشه. اگر که تقاضا براش خیلی نباشه احتمال داره که به همین قیمت 189.500 بشه خریدش برای تقریبا 2 ماه دیگه، یا به قول معروف برای شب عید. نمیدونم الان دینا پلاس در بازار آزاد چقدر هستش، ولی فکر نمی کنم زیر 400 تومن باشه قیمتش. هرچی هست باید بالای 400 تومن، حالا یا شاید هم 500 تومن 400-500 تومن اینجورا باشه. برای حالا کسایی که مصرف کننده هستن خیلی بهتره به جای اینکه از بازار آزاد خریداری بکنن توی این شرایط که الان اونجا هم متزلزل خواهد شد، خرید خودشون از بورس کالا انجام بدن. نهایتش اینه که حالا دیگه اگر که قیمت ها در بازار آزاد یهویی اومد پایین، این افراد ضرری نخواهد کرد، چون دیگه قیمت پایه اینه دیگه، زیر این قیمت که نمیدن و قطعا
خرید از بورس کالا فعلا عقلانی تر از خرید از بازار آزاد خواهد. یه خبر دیگه این که عرضه گسترده روبل سکه رو میخوان از شنبه 24 دی ماه در 3 روز کاری در قالب فروش سکه در بورس کالا انجام بدن. همونجور که چند روز پیش هم هم دیدیم روبل سکه یک حباب بسیار بالایی داره و با دلار 80,000 تومانی 82,000 تومانی داره معامله میشه، یعنی بیش از 100% حباب الان به خودش گرفته. خبر بعدی برای علاقمندان خودروی خارجی هستش که وزارت صمت گفته فیات ایتالیا نخستین خودروی اروپایی هستش که تا پایان دیما در بورس کالا عرضه خواهد شد و شاید یه مقداری هم ورود خودروهای خبره، یعنی خبر ورود خودروهای خارجی هم کار را سخت کرده برای خودروهای ایرانی. خب قطعاً وارد یک رقابت خواهند شد. از طرفی خب اوضاع اقتصادی در کشور اونقدر خوب نیستش که مردم بتونن خودروهای خیلی گرون قیمت را خریداری بکنن و اون کسایی که میتونن خودروها را خریداری بکنن قطعاً ترجیح خواهند داد که اگر هم خوان گرون بخرن برن خودروهای خارجی رو بخرن به جایی که مثلا بیان خودروی دنا بخرن. بنابراین شاید یه جورایی ما یه مدتی حداقل خودروهای ایرانی را حدود همون قیمت‌های پایه‌ای خودشون بتونیم تو بورس کالا خرید و فروش‌هاشون رو ببینیم و یه مقداری نسبت به قبل محدودتر بشه خرید خودروهای داخلی. امروز 136 نماد در پیشگشایش در صف خرید قرار داشتن در برابر 13 نماد صف فروشی که آمار بسیار خوب هستش. ارزش صف‌های خرید هم که می‌بینید 1203 میلیارد در برابر 178 میلیارد در پیشگشایش، که اینها نشونه های خوبی هست. ارزش صفای خریده هم میبینید که 1203 میلیارد در برابر 178 میلیارد، که این هم آمار بسیار خوبی هستش. در حال حاضر دو روزی هستش که ما یه همچین آماری را داریم میبینیم، آماری که شاید بگیم خیلی وقتی بود ندیده بودیم و یه جورایی داریم به همون سمت سال 99 گویا حرکت میکنیم. حالا خیلی از صحبتهایی که البته قرار بود در این دولت به نحو دیگه ای انجام بشه نسبت به دوره روحانی گویا داره به همون سمت حرکت میکنه. یه عرض 4200 تعریف شد اونجا، حالا یه عرض 28500 تعریف شد اینجا. بالاخره نوسانگیری از بازارهای مختلف مثل دلار و خودرو و بورس و این چیزا هم داره گویا آغاز میشه و شاید اینها سال آینده بخش بزرگی از کسری بودجه را بتونن از این طریق جبران بکنند. امروز دلار در بازار آزاد همونجوری که مشاهده میکنید الان 40,904 تومان قیمت تتره که نسبت به دیروز 263 تومان افزایش قیمت داشته. سکه هم بالای 21 میلیون تومان هستش. البته اونس جهانی طلا هم یه مقدار کوچولو افزایش داشتیم نسبت به دیروز، ولی تتر یه جورایی میشه گفتش که از ابتدای صبح تا الان سعودی بوده. در ساعت بورسی این کمتر بود، قیمتش اینقدر نبود و داره سعودی حرکت میکنه. این علارغم این هستش که در بازار توافقی داره دولت گویا یه جورایی توزیع دلار میکنه. همونجوری که مشاهده میکنید این نمودار بازار قیمت دلار توافقی در بازار امروز هستش که نسبت به دیروز قیمت پایین تره. در بازار توافقی قیمت نسبت به دیروز پایین تره، مخصوصا تا قبل از ساعت یک تقریبا با قیمت حدود 400 تومان نسبت به دیروز دولت دلار را زیر قیمت دیروز در بازار توافقی یه جورایی عرضه کرده در صرافی ها، ولی نتونسته جلوی افزایش قیمت دلار را این موضوع بگیره و همونجور که مشاهده میکنید قیمت تتر نسبت به دیروز فعلا افزایشیه. این نشون دهنده این هستش که فعلا مردم هرچی دولت داره توضیح میکنه گویا دارن جمع میکنن از کف بازار.
دیروز داشتم میخوندم دوستان یه چیز جالب بود، اینو که کشور اکوادور که در آمریکای مرکزی تقریبا واقع شده، آمریکای جنوبی و مرکزی اون قسمت ها هستش، در سالیان گذشته پولش تقریبا مثل ما شد، یعنی ارزش پول همینجوری هی اومد پایین اومد پایین و مردم همه رفتن دلار خریدن. بعد دیگه کار به جایی رسید که دیگه کسی با پول خود اکوادور معامله انجام نمیداد، همه با دلار دیگه معامله انجام میدادن. دیگه اینقدر اوضاع پول ملیشون خراب شد که دلاری شد. و جالبتر از همه این که بعد از اون ماجرا دولت اصلا اومد پول ملیشون رو دلار کرد. الان اون کشور اکوادور اصلا چیزی به نام پول ملی نداره و پول ملیش در واقع همون دلاره. و اتفاقا از اون موقع به بعد وضعیت اقتصادیش خیلی بهتر شده، به خاطر اینکه دولت دیگه نتونسته دزدی بکنه اون وسط، یه جورایی با بالا پایین بردن نقدینگی، حجم نقدینگی، قیمت دلار، این بازیه که سر ما در میارن اونجا اینقدر سر اینا در آوردن که دیگه حالا وقتی که اون دولتشون عوض شده، حالا بالاخره مردم معترض شدن و هر طریقی دولت بعدی اومده دیگه گفته که آقا تصویب کردن که اصلا پول واحد پول کشورشون بشه دلار و واحدشون شده دلار. اینجوری که اینجا پیش میره گویا فکر کنم کم کم همچی سرنوشتی هم میتونه در انتظار اقتصاد ما باشه. فعلا که دولت هرچی داره دلار میرزه تو بازار، گویا مردم دارن میخرن، چه بسا چند سال دیگه هیچ کس حاضر نباشه به ریال اصلا معامله کنه. این قضیه تو برخی کشورها اصلا تقریبا هست، یعنی برخی چیزها الان مثلا توی شهرهای آلانیا در ترکیه همه قیمت‌ها به یورو و دلار اینجور چیزاست، یعنی اصلا لیر اونجا برای خرید خونه و ملک اینا کاربردی نداره، فقط برای خرید خونه و ملک اینا، مثلا کارهای روزمره شون نه، تو سوپری میخوای بری خرید کنی اینا با لیر، خونه میخوای بخری اونجا باست با دلار بخری. همچنین در قبرس شمالی هم همچین قضیه حاکمه. حالا میدونید قبرس شمالی با شهر آلانیا اینها تقریبا روبروی همن توی دریا، حالا قبرس جزیره است اون سمت دریا، آلانیا این وره و خب یکی از شهرهای استان آنتالیا هستش آلانیا، ولی قبرس هم همینجوره، اونجا با پوند انگلیسه، یعنی خرید خونه و ملک اینا با پوند انگلیس انجام میشه، اصلا لیر کاربرد نداره. در حالی که خب قبرس هم یه جورایی، حالا قبرس شمالی البته تابعیت کشور ترکیه رو داره و حالا واحد پولش اونها هم لیر ترکیه است، ولی خونه و یه سری مسائل با، بعد اجاره ها اونجا با پونده. تو آلانیا هم همینجوره، اجاره ها بر اساس دلار و یوروه. شاید کم کم این قضیه در ایران هم اتفاق بیفته دیگه، یعنی مثلا کسی حاضر نباشه که به ریال خونش رو بفروشه یا به ریال خونش رو اجاره بده، به خاطر اینکه همین الان در نظر بگیری تمام، من صحبت کردم با چند نفری که الان بحث میکردن خونه هاشون رو در ایران داده بودن اجاره مثلا 7-8 ماه پیش، بعد میگفتم خیلی ارزون دادیم اجاره، به خاطر اینکه اون موقع که ما اینا اجاره دادیم دلار مثلا 28 تومن بوده 29 تومن بوده، ما خونمون اجاره دادیم، الان دلار شده 40 تومن، 41-42 تومن و همه چیز افزایش قیمت پیدا کرده، ولی ما الان مثلا 5 ماه از دوره اجارهمون بیشتر نگذشته، این 7 ماه باقی مونده رو ما اجارهی که میگیریم باید بر اساس اجاره دلار 28 تومنی بگیریم، در که الان دلار 40 تومنه. و خب حالا افرادی هم بودن که خیلی از افراد اصلا امرار معاششون اینجوریه، یعنی مثلا یه خونه داره طرف داده اجاره، داره از اجاره این میگیره و تو زندگیش خرج میکنه، خیلی الان داریم اینجوری دیگه. خب برای اینا الان این مشکل که پیش اومده همینه دیگه، یعنی الان به ریال که دارن اجاره هاشون رو میگیرن، الان ریاله ارزشش اومده پایین، حتی نصف رسیده، شاید کمتر هم بشه، مثلا یه سوم برسه، و اینا باید اجاره به اون قیمت قبلی بگیره. اگر اینجوری پیش بره در ایران هم دقیقا همین اتفاقات خواهد افتاد که الان در قبرس شمالی افتاده، در شهر آلانی افتاده. البته خب اونجا چون اغلب افرادی که اونجا اومدند خارجی هستند، ببینید سیاستاش اونجوری، چون در مثلا آلانیا بیشتر افراد حالا تابعیت کشور آلمان رو دارن یا مثلا روس هستن، مثلا خیلی مهاجر داره قبرس شمالی، همینجور آمریکایی زیاد اونجا جا سرمایه گذاری میکنه. درها اینا ترکا به این نچه رسیدن که یه جورایی بتونن یه جوری از اینا پول بگیرن که بالاخره
چون پول خودشون هم لیر در برابر دلار دائم در حال کاهش قیمت هستش، یه جورایی پول رو بگیرن که بیشتر نفع ببرن. ولی مثلا دیگه توی اکوادور دیگه این اصلا رسمی شده دیگه، آقا به این نتیجه رسیدن که گویا دولت‌های ما نمیتونن پول حفظ پول کنن، پول داری کنن، و هر چقدر بیان این کار انجام بدن بالاخره با مشکل مواجه میشه. البته اینم خدمتتون بگم، این به مفهوم نیستش که در آمریکا خیلی اوضاع خوبه و افزایش نقدینگی وجود نداره. نه، در آمریکا هم افزایش نقدینگی خیلی زیاده، حتی در دوران ترامپ اینقدر افزایش نقدینگی زیاد بود که به اندازه سالها این اتفاق افتاد، ولی نسبت حالا مثلا به کشورهایی مثل کشور ما خیلی کمتره. یعنی این اونقدرها به چشم میاد که اینجا داره به چشم میاد، و خب در هر حال شاید در آینده نزدیک این همه این چیزهایی که بهتون گفتم اتفاق پیدا بکنه و به مرحله ظهور برسه دیگه. بیت کوین 17200، ریالیش 705 میلیون تومان هستش. این با توجه به این قضیه است که قیمت دلار آمریکا رو مشاهده میکنید نسبت به روزانه شما بذارم. دیروز کندل قرمز بسیار بزرگی داشت و تقریبا یک کف جدید ساخت. یعنی الان قیمت دلار ببینید میشه گفتش که به یک کفی رسید که خیلی وقت نرسیده بود. دلار جهانی هم قیمت ماه جون 2022 به اینجاها بود، یعنی حدوداً زیر 103 بود، در 102 بود، الان هم همون 102 رو فعلا. تا امروز کندل سبز، بازار آمریکا هنوز باز نشده، اما دیروز چه در بازار آسیا و اروپا و چه در بازار آمریکا کندل قرمز بود. فقط آخر بازار آمریکا یه مقداری برگشت بالا و امروز هم دنباله همون رو فعلا داشتیم تا یک ساعت دیگه ببینیم بازار آمریکا باز میشه. حالا خبری چیزی بیاد، این شاید یه مقداری یا برگرده پایین یا برگرده بالا، یه اتفاقی براش بیفته. ولی خب دقیقاً روی این کندل قرمز بزرگی که دیروز دلار داشت میبینیم که بیت کوین هم کندل سبز خیلی خوبی داشت، تا 17400 هم حتما اومد بالا در آخر تقریبا دیشب و مجدد برگشت پایین. امروز فعلا کندل بیت کوین هم سبز و 17200 هستش، منتظره که ببینه بازار آمریکا حالا چه اتفاقی میخواد انجام بگیره. اگر که کندل سبز شد خب قطعا احتمال داره که بیت کوین بیاد پایین، و اگر که این دوره خاص مثل دیروز برگرده پایین، بیت کوین به سمت بالا حرکت خودش رو انجام خواهد داد. خب تشکر میکنیم از همه دوستان عزیز که برام کامنت میذارن، آیدی آشنا که خب در ارتباط با یکی از دلایل ایجاد تورم که ما دیروز صحبت کردیم، افزایش قیمت حقوقا، ایشون گفتن که خب این حرف رو نزنید و بالاخره ما در تنگنا قرار داریم. خب اینو میدونم، من بحثم این نیست که بگم افزایش حالا قیمت برای کارمندا و کارگرا درست نیست. قطعا وقتی که ما تورم 50-60% یا حتی بیشتر در کشورمون داریم، بایستی درآمد حقوق بگیرا هم افزایش پیدا کنه. ولی اگر که هیچ چیزی گرون نشه و درآمد شما هم همونقدر بمونه، بیشتر به نفعتونه. باید اینکه الان 20% درآمد شما رو زیاد میکنن، ولی از اون همه چیز 70-80% گرون میشه. یعنی در واقع اتفاقا این حقوق بگیرا هستن که این اختلاف قیمت رو پرداخت میکنن، بخاطر اینکه کسایی که حالا مشاغل آزاد دارن به نوعی بیشتر میتونن جبران بکنن. فرض کنیم مثلا این نفر یه کالا یا میخره و بعد این کالا رو میفروشه، این شخص مثلا همیشه روی این کالای خودش 20% سود میخواد دیگه. حالا مثلا امسال میخره 1,000,000 تومان، میفروشه 1,200,000 تومان، سال دیگه وقتی که این شد مثلا قیمتش دو برابر شد 2,000,000 تومان، دوره 20% میکشه میفروشه 2,400,000 تومان. برای اون شخص مشکل زیادی پیش نمیاد، بخاطر اینکه همیشه یک سود 20% از فروش خودش رو داره. حالا شاید فروش اونم کم بشه چون قدرت خرید پایین میاد، اون بحث دیگه ای. ولی اتفاقا در ارتباط با کارگرا کارمندا، بخاطر اینکه اینا درآمدشون حالا 20% گرون میشه، وقتی که همه اجناس 50% گرون میشه، خب این 30% رو با
در حال اینها پرداخت میکنن. البته اختلاس ها و بقیه موارد هم هستن دیگه، حالا ما نگفتیم همش که مال اینه، یه بخشش مال اینه دیگه. وقتی که ما واقعیت اقتصادی رو داریم میگیم، نمیگیم چرا گرون میکنن، نه اصلا به اندازه تورم گرون کنن 50% 60%، ولی به نظر من اگر که اون ثابت باشه اینم ثابت باشه خیلی به نفعتونه، تا اینکه مثلا بیان الان یه جوری اینا رو گرون بکنن، بعضا همه چیز رو هم بخواین گرون بخرید. شما ببینید یه زمانی مثلا تو این کشور بنزین بود لیتری 100 تومن، ببینید حقوق چقدر میگرفتین، چقدر قدرت خرید داشتید. از وقتی که اومدن یه یارانه 45 تومانی دادن و قیمت ها رو یهویی مثلا بنزین کردن، اول 400 تومن 700 تومن 1000 تومن بعد مثلا همجوری اومد 3000 تومن، و حالا هم حتی باید بیشتر باشه دیگه به خاطر اون اتفاقاتی که سال 98 افتاد، جرئت نکردن زیادش بکنن، اگر نه الان بنزین هم باید بکنن نیستی 10-20 تومن دیگه. آیا حاضر هستید حقوقتون رو زیاد بکنن و قیمت بنزین هم ببرن بالا، یا اینکه نه حقوقتون رو برگردن به همون سال یارانه هم بهتون ندن ولی قیمت بنزین بشه 100 تومن، درآمد تو هم همونقدر بشه؟ ببینید قدرت خریدتون خیلی فرق میکنه. اینجوری صحبتی که ما میگیم اینه، به نوع این پولهایی که میدن گرون میکنن، از اون باید دارن بیشتر بر میدارن ازتون. تشکر از آقای علی از قوچان که خب در حال برای ما کامنت گذاشتن، خیلی لطف دارید شما و ما هم به روال کار خودمون حتما ادامه خواهیم داد. عرض کنم خدمتتون که درها چند تا کامنت برام گذاشتن و خیلی ممنون هستیم. عرض کنم و خب میگن که در طور بورس صحبت بکنیم، قطعا ما این کار را خواهیم کرد. همچنین از بقیه دوستان که آقای حمید که اعتقاد دارم بورس ایران رونده طبیعی خودش را طی میکنه، اگه میدونستم که بورس ایران روند طبیعی خودش رو طی کنه و دستای پشت پرده کنار برن و دست از سرمایه‌گذاری مردم بردارن، شاید خیلی ها که یکیش خودم هستم دوباره در بورس سرمایه‌گذاری میکردم، ولی متاسفانه اینطوری نیست و نظام دولتی این اجازه رو نمیده و بورس را به صورت دستکاری میکنه. در حال یکم درد و دل کرده. البته آقای حمید بورس بالاخره بورس نگیم، ما همه بازارهای مالی، ببین الان شما مطمئن باشین در بازار خودرو هم دولت دستکاری میکنه، در طلا هم میکنه، در سکه هم میکنه، در دلار هم میکنه، اصلا توی بازارهای محلی گوشت و مرغ و برنج و اینا از این کارا میکنن. حالا خود دولت هم مستقیما نکنه، بالاخره زیر شاخه ها و زیر مجموعه ها، زیر شاخه ها زیر مجموعه ها کیا میشن؟ مثلا آقازاده ها. شما مثلا به یه آقازاده اومدن فرضاً مثلا توزیع مرغ فلان شهر رو دادند، مطمئن باشید بالاخره یه نوساناتی میگیره دیگه، اینجا نوسانگیری همه جا دیگه هست. یه بحثی هستش که فرض کن 2 روز مرغ توزیع نمیکنه، بعد همه مردم هجوم میارن، بعد میاد کیلو 5 تومن میذاره روش، 4 روز با 5 تومن بالاتر میده، در حالی که خب اگر اون 2 روز توزیع میکرد نیاز نبود که مردم بیان 5 تومن گرونتر بخرن. از این کارو زیاد میکنن، زیاد هست، ولی در نهایت شما کلان قضیه در نظر بگیرید. کلان قضیه اینه که به خاطر ایجاد نقدینگی زیاد در جامعه، تورم شدیدی که داریم، افزایش قیمت دلار، همه کالاها افزایش قیمت در کشور ما خواهند داشت. حالا فرق نمیکنه برنج و روغن و مرغ یا سهام و نماد و چه میدونم سکه و همه اینا. یه فرقی که فقط داره اینه که شما نمیتونید بیاید بریم مثلا مرغ بخرید ذخیره کنید یا برنج بخرید نگه دارید، اون نهایت هم میتونید 2 گونی برنج برای خودتون بخرید خونتون. نمیتونید بریم مثلا 1000 تن بخرید، حتی یه انبار میخواد، نمیدونم بالاخره یه سری مسائل دیگه میخواد، شاید خراب بشه، مشکل ساز بشه، بعد خب مسائل دیگه وجود داره اینجا. ولی سهام شما تو به قیمت کمم بخری، مثلا 1,000,000 تومان بخری، اونجا هم اگه مثلا بخوای برای سرمایه گذاری بخری، خب از مبلغ خیلی بالای خرید کنی دیگه و شرایط خودشو میخواد. در حال اگه پول داری، اینقدر پول داری که میتونی بری مثلا تاجر برنج بشی، اونم خوبه، نمیگم بده، قطعا برنج مثلا 6 ماه دیگه قیمتش بالاتر از اینیه که الان توی بازاره، ولی سخت دیگه، برای عموم مردم نیست، همه نمیتونن وارد یه همچه قضیه بشن. یا به قول من شما برو اصلا پیچ و مهره بخر بریز اونجا، 6 سال دیگه برو ببین چقدر زیاد شده.
این قضیه وجود داره در کشور ما. سهام یکی از مواردی که داره اینه که راحت تر از همه اینا میتونی شما بخری، میتونی اصلا تو ایران هم نباشی بخری، در سفرم باشی بخری، بعدم بخره نقشوندگیش هم بد نیست. حالا درسته که توی این دو ساله اخیر ما یه چند ماهی با نقشوندگی سهام مشکل داشتیم، اون چند ماه هم خدا رو شکر الان دیگه نیست، یعنی خیلی وقتیه. علارغم این که مثلا ماهایی بودن تو همین امسال که بورس نزولی بود، ولی نقشوندگیش خوب بود، یعنی دیگه صفای فروشی تشکیل نمیشد که شما نتونی سهامتو بفروشی. این قضايا دیگه برمیگشت به حالا اواخر سال 99 تو سال 1400 و اینا، تو ما تو یه برهه زمانی نقشوندگی سهام رو متاسفانه نداشتیم، اون خیلی بد بود. یعنی شما الان پول داری، احتیاج هم داری به پولت، بالاخره الان میخوای برای هزینه درمانی، اصلا یه مشکلی پیش اومده میخوای 10 میلیون تومان یه هزینه بیمارستانی درمانی بدی، خب نمیتونی بفروشی بدی، میگه آقا من حاضرم با ضرر بفروشم بدم. ولی الان اون خیلی بد بود، ولی الان دیگه فکر نمیکنم به اون دوران برگردیم به این زودی ها. و در حال نظر من این هستش که همه بازارها روند طبیعی خودشون رو با توجه به افزایش قیمت دلار طی خواهند کرد. تشکر از آقای احمد رضا که همه ویدیوهای ما رو میبینن هر شب، همچنین آیدی MS آباد، آقای مجید غلامی که برای ما چندین کامنت گذاشتن، آیدی ER عرض کنم خدمتون که در حال میگن که فکر کنید آقای زایی روز 300 دلار درآمد دارن، حتی شما بتونید ماهی 300 دلار کسب کنید بازم بهتر از کارمندی. خب قطعا همینجوره دیگه. یکی از ببین دوستان، من هیچ وقت دوست نداشتم کارمند بشم. من تحصیلات دانشگاهیم در دانشکده مخابرات و بورسیه شرکت مخابرات بودم. تمام به اصطلاح همکلاسی های من از همون ابتدای کار رفتن تو شرکت مخابرات استخدام شدن. حالا به غیر چند نفری که حالا اونا هم مثل من نرفتند و چند نفری که رفتن خارجی کشور، الان خب خیلی هم آدم ها موفقی هستن تو که خارج کشور، میدونم یک دو نفرشون در آمریکا الان مشغول به کار هستن، در کانادا، در کشورهای اروپایی، انگلیس، آلمان، دوستای من خیلی هاشون رفتن اینجا، اونایی که نرفتن توی مخابرات. ولی خب اونایی که رفتن توی مخابرات تبدیل به کارمند شدن و همینجور دیگه با یه خط کارمندی دارن جلو میرن دیگه. حالا اونم بالاخره سبک زندگی خودشو داره. حالا من نمیگم اون سبک زندگی بدیه، ولی خب من مورد قبولم نبود، یعنی از روز اول خیلی علاقه‌ای به اون سبک زندگی نداشتم و تحت یک فشار وارد این قضیه کارمندی شدم، یعنی قضیه دانشگاه بورسیه شدم، به خاطر اینکه خب مثلا من پدرم چون کارمند بود همیشه فکر می‌کرد کارمندی خیلی خوبه و خب تشویق میکرد من دانشگاهش را سرسری که قبول شده هم میتونستم رشته های دیگه هم بزنم، بورسیه نباشه، تازه چون رتبم خوب بود میگفت تو حتما برو بورسیه که بعدا هم بتونی بری توی مخابرات اونجا استخدام بشه. ما رفتیم مخابرات و بالاخره رفت بورسیه اینا. ولی بعدش که هرچی فکر میکردم از همون اول کار من رفتم تو کار آزاد و کار کامپیوتر و شرکت کامپیوتری و هیچ وقت نرفتم توی اون خط، توی اون لاین، در حالی که خب حالا شاید خیلی ها دوست داشته باشن، علاقمند باشن برن توی بحث کارمندی، و خب من هیچ وقت دوست نداشتم وارد اون لاین بشم. آدی ای آر میگن که ما هزینه هامون تو ایران به دلار هستش و باید از شما کپی ترید بزنیم. باز میگن توجیهی که میارن مسئولیم، ما اینکه دومین ذخایر گازو داریم، ایران 85 میلیون نفری معادل کشور چین داره مصرف گاز میکنه. خب البته ایران هیچیش به جا شبیه نیست که حالا این یکیشو بخواد شبیه باشه. آقای محمد بگم بورس ول کن بیا فارکس یادمون بده. خب فارکس هم من آموزشش رو گذاشتم، ولی همیشه هم دوستان گفتم فارکس رو اگه میخواین کار کنین یه چیز مدت طولانی دمو کار کنین، دمو با جدیت مثلا مدت 6 ماه 1 سال دمو کار کنید. اگر واقعا به سوداوری رسیدید که اگه جدی کار کنید قطعا در دمو میرسید. خب اونجا شاید یک دو بار لیکوید بشین، شاید مشکل براتون پیدا شه، به یه سری مسائلی برسید که بالاخره روش و سبک خودتون در معامله رو پیدا کنید.
اگه به این موقعیت ها رسیدید انشاءالله بعدا میتونید که واقعی هم کار بکنید. این پیشنهاد من به همه هستش، همیشه علارغم آموزش میگم کار دمو خیلی مهمه توی بازار فارکس. آقای محمد میگن یه مقایسه بین آمازون و ایبی از نظر میزان فروش بذارید، فروش محصول بذارید، که خب حالا چشم ما وارد آمازون بشیم فعلا، به خاطر اینکه یه راهکارایی هست که حالا شاید خود خارجی اینا را انجام نمیدن ولی خب ما بتونیم بهتر انجام بدیم. ببینید یه سایت هایی که حالا بیشتر اجناس دست دوم توشون فروش میره، شاید با قیمت های خیلی خوبی بتونید خرید کنید و حالا توی یه سایت های دیگه ای بفروشید. این مسائل هم هست، ولی سبکی که ببینید اونجا سبک متفاوته، بعضی اون سبکی کار میکنه. اینکه ما الان اومدیم روی آمازون کار کنیم به خاطر اینکه ما در آمریکا حضور نداریم. اگر مثلا ما تو کشور آمریکا حضور داشتیم خیلی راحت میشد با ایبی آمازون یه همچین کاری انجام داد. یعنی شما از ایبی یه چیزی بخری و در آمازون بیای بفروشی و کالای دست دوم اونجوری خیلی کاربردتر هستن برای این سبک معاملات. ولی خب ما چون از خارج آمریکا می‌خوایم کار کنیم، می‌خوایم یه چیزی از چین بخریم بره اونجا، خود آمازون همه کارشو برام انجام بده بفروشه. این سبک کارش یه ذره متفاوت هستش. باز تشکر میکنیم از آیدی پاتیمار. همچنین آقای علی میگن که اونجایی گفتین قیمت دلار بالا و پایینش براتون فرق نداره، حالا 1000 تومان بشه یا 50000 تومان، یعنی خب با درآمد 200 دلار با 1000 دلار با 1000 تومان درآمد شما 200000 تومانه، با 50000 تومان 10 میلیون تومان. اگه بخواید داخل ایران با ریال زندگی کنید خیلی فرق میکنه. بله، برای زندگی در کشورهای گذران زندگی فرق میکنه. در ایران و ترکیه و اینا که تورمشون بالاست و قیمت دلار ارزش داره، گذران زندگی متفاوته. ولی اینکه میگیم فرق نداره، برای سرمایه گذاریه. ببین شما مثلا الان به دلار وقتی میخوای یه خونه رو بخری هیچ فرقی نمیکنه. وقتی دلار گرون میشه خب اون خونه هم به همون نسبت گرون میشه. اگه دلار ارزون بشه اونم بعد به همون نسبت بیاد پایین. سهام همینجوره، سکه همینطوره. تو کشورهای مختلف همینجوره دیگه. مثلا من بخوام برم یه خونه مثلا تو ترکیه بخرم یا قبرس شمالی، همینه که گفتم به پونده، اینا فرق دیگه نمیکنه دیگه. شما مثلا با حداقل بری خونه بخری مثلا 100 هزار پوند اونجا ارزششه دیگه، 100 هزار دلار ارزشش. حالا چه دلار بشه در ایران بشه 1000 تومان چه بشه 5000 تومان، شما که میخوای بری خونه قبرس شمالی بخری 100 هزار دلار خیلی برات فرق نمیکنه، از این نظر من گفتم. ولی خب اگر که این که مثلا ما یه کشورهای تورم بالا رو برای زندگی انتخاب میکنیم، علتش همینه دیگه. چون ما اینکه درآمد دلاری داریم، خب بهتره توی همچین کشورهایی با تجربه این چیزی که شما گفتید زندگی بکنیم فعلا. و عرض کنم فقط برای گذران زندگی، اگر نه برای سرمایه گذاری فرق نمیکنه. هرچی دلار در ایران هم گرون بشه، خب خونه هم گرون میشه، طلا هم گرون میشه، هرچی میخوای بخری هم گرون میشه دیگه. ولی خب در حال فشار کمتری به کسی که درآمد دلاری داره میاد نسبت به کسی که درآمد ریالی داره، به خاطر اینکه اون نمیتونه درآمد خودش رو زیاد کنه، مجبور میشه از زندگی روزانش کم بکنه، مجبور میشه مثلا به قول معروف اون یه سری مسائل تو زندگیش بزنه دیگه. مثلا میگه آقا مثلا اگه من سالی دو تا مسافرت میرفتم، سالی یه دونه دیگه باید برم. اگه مثلا من هفته 4 تا تفریح میرفتم، حالا هفته 2 تا باید برم. اگه مثلا ماهی 2 تا رستوران میرفتم، حالا من یه دونه باید برم. اگه مثلا اینو میخریدم، حالا دیگه اینو نباید بخرم. برای ما نه، اینا این گذران زندگیمون مشکلی برامون پیش نمیاد. هرچند دلار بره بالاتر، اتفاقا شاید اینا بهترم بشه، بیشترش هم بتونیم بکنیم. ولی در نهایت برای سرمایه گذاری خیلی فرق نمیکنه، چون سرمایه گذاری ما معمولا به دلار داره انجام میشه. حالا هر جایی داریم کار میکنیم فرقی نمیکنه، دلاریه کارمون. خب تشکر از آیدی بتول. همچنین آقای بهمن میگن که یک ترید لایف بذارید. چشم، حالا سعی نمیکنیم بذاریم، ولی خب میدونی ساعتهای ترید یه خواص ما خیلی روی تمرکز روی کاره. ساعتهای مثلا بازار اروپا، اوج بازار اروپا، اوج بازار آمریکا، دیگه ما هیچ برنامه‌ای ضبط نمیکنیم. حتی من یه وقتایی مثلا یه فهمی با من حرف میزنه، میگم نگاه کن الان ساعت چنده، اصلا دیگه با من حرف نزن. یه ذره کارمون متفاوت هستش، ولی حالا انشاءالله شاید یه بار این کار هم برای شما دوستان انجام بدیم.
آیه بتول میگن که انرژی سه رو تحلیل کنید. انرژی سه رو همین یک دو هفته پیش راجعش صحبت کردیم، توی ویدیو ما هست، بتونید نگاه بکنید. آیه آقا سجاد میگن چرا بورس ایران پنجشنبه ها تعطیله؟ کشور ترکیه هم همینطوره، باید پنجشنبه ها بورس باز باشه، یک اشکال مدیریتی. خب کشور ترکیه شنبه شنبه ها دوست دارن تعطیل، پنجشنبه جمعه ها بازه. و خب در حال شنبه شنبه ها دنیا تعطیله، پنجشنبه جمعه ها هم که ایران تعطیله، کلا برای ایران میمونه یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه. دو شنبه سه شنبه چهار شنبه. یعنی در واقع همه جای دنیا 5 روز در هفته بازار معاملاتی دارن کار میکنن، در ایران به نحوی 3 روز، به خاطر اینکه روز اولش جوری تو تعطیلات اونا میفته بازار ما سرگردان میمونه. تشکر از آیدی کامی، آیدی سام و بقیه دوستانی که حالا برای ما پیام گذاشتن. دیگه ببخشید ما نمیتونیم همه رو بخونیم چون برنامه طولانی میشه، ولی خیلی لطف دارید، منتظر کامنت ها و پیام های شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.